بارسلونا با شکست دادن اسپانیول خود را به رئال مادرید یا تیم نخست نزدیک ساخت و اسپانیول را به لیگ دسته پایین‌تر فرستاد. اما در این بازی اتفاقات خاص و مهم رخ داد که در این گزارش به آنها اشاره می‌شود. بارسلونا و اسپانیول در چارچوب هفته 35 رقابت‌های لالیگا اسپانیا در دربی کاتالونیا به مسافه هم رفتند که این دیدار در پایان و با نتیجه 1-0 به سود بارسلونا خاتمه یافت. تا گل بارسا را در این مسابقه لوئیس سوارز در دقیقه 56 به ثمر رسانده است. پیکه مدافع میانی بارسلونا به خاطر حاشیه‌ها و مسائل خارج از زمین بیشتر در محراق توجه قرار دارد. جراد پیکه اغلب در کانون توجه قرار دارد و این حتی در جریان بازی چهارشنبه شب دربی کاتالونیا نیز اتفاق افتاد. این بار مدافع با تجربه بولوگرانا با اقدام جالب با بایسکل خودش را به نیوکم محل برگزاری دیدار دیشب بارسلونا در مقابل اسپانیول رساند. بارسلونا در این مسابقه اسپانیول را به دسته پایین‌تر رقابت‌های لالیگا یا سگوندا دیویژن فرستاد و پیکه که درگیری با فین پرسیوس داشت به خوبی میدانست که بازی مهم را با بارسا پیش رو دارد و به همین خاطر با انگیزه و با قدرت بازی کرد. این اولین بار نیست که پیکه با بایسکل به کار می‌رود، زیرا یک بار دیگر نیز با بایسکل خود را به تمرین در سال 2018 رساند. در این مسابقه آنسو فاتی که در ابتدای نیمه دوم برای بارسلونا وارد زمین شده بود در دقیقه 50 به دلیل خطای خشن کارت سرخ را از داور دریافت کرد و با تصمیم داور و وار از زمین بازی خارج شد. همچنین در دقیقه 52 پاولو زانو بازیکن اسپانیول نیز به دلیل خطای خشن پس از ده نفره شدن بارسا کارت سرخ را از داور دریافت کرد تا دو کارت سرخ در کمتر از 2 دقیقه برای بازیکنان دو تیم داده شود. سوارز پس از پیروزی تیمش ابراز امیدواری کرد تا در سایر دیدارها هم به برتری برسند و رئال مادرید شکست بخورد. سوارز گفت: حالا باید صبر کنیم تا حریف ما امتیاز از دست دهد. ما در حال حاضر بر روی بازی‌های خود متمرکز هستیم و این برای ما با اهمیت است. بازی دیشب خیلی سنگین بود و ما می‌دانستیم که بازی به دلیل وضعیت آنها چقدر دشوار خواهد بود. سوارز در ادامه به موضوع درگیری بازیکنان با کادر فنی پرداخت و مدعی شد که سیتین حمایت می‌کند. او گفت: مربی در همه موارد تصمیم می‌گیرد. او باید سیستم خوب را پیدا می‌کرد و موفق هم شد. او همیشه پشتیبانی ما را با خود خواهد داشت. این در حالی است که در فاصله 3 هفته مانده به پایان رقابت‌های لالیگا رئال مادرید با یک بازی کمتر و با یک امتیاز بیشتر در صدر جدول قرار دارد و تمام تلاشش را انجام می‌دهد تا بار دیگر قهرمان لالیگا شود. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. تا نگهدار.